آی دکتر، در خدمت شما هستم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از استادان محترم و همپویشی‌های عزیز که این جلسه رو برگزار می‌کنن و حضور پیدا کردن. از آقای اصلان قدجانی هم به خاطر زحمت ترجمه کتاب و ارائه خوبشون متشکریم و خوشحالیم که امروز 21 میزگرد توسعه رو در پویش فکری توسعه برگزار می‌کنیم با بحث مهم بحران و توسعه. من اگر اجازه بدید چند نکته رو در ادامه نکات های دکتر حاتمی عرض میکنم و بعد گریزی میزنم به کتاب و بعد از اون محورهای کتاب رو، در واقع اون 12 شاخصی کتاب رو به بحث عمومی میگذاریم و درباره ایران راجبش صحبت میکنیم، ببینیم چه درسهایی برای ایران داره. در مورد نکات آقای دکتر حاتمی خیلی به زیبایی تبیین کردن رابطه بحران رو با توسعه. من همین بحث رو میخوام از یه منظر دیگه یکمی بازش بکنم. ببینید، توسعه دو بعد تحول سخت و تحول نرم داره که تحول سخت رو معمولا فناوری رقم میزنه و تحول نرم رو تحول نهادی رقم میزنه. برای تحول سخت، یعنی تحول در فناوری، ما نیاز به ثبات داریم، دوره‌های بلندی از ثبات. یعنی فقط در ثبات هست که فناوری مستمر رشد میکنه. البته در بی‌ثباتی ها مثل جنگ ها هم ما جهش هایی داریم، ولی منافع حاصل از تحول ثبات در تحول فناوری خیلی بیش از منافع حاصل از تحول فناوری در دوره جنگ. اما تحول نهادی فقط در بحران رخ میدهد، در ثبات تحول نهادی رخ نمیدهد. تمام نهادها کارشون چیه؟ حفظ وضع موجود. اصلا کارکرد نهادها حفظ وضع موجوده. فقط بحران باید بیاد تا نهادها در واقع متحول بشن و ناکارآمدیشون مشخص بشه. بنابراین برای توسعه ما به دوره‌های مستمری از ثبات بحران نیاز داریم. عین مدلی که توماس کوهن میگه توی انقلاب‌های علمی، تحولات تمدن‌ها هم ما به دوره‌های بلندی از ثبات و دوره‌های کوتاهی از بحران لازم داریم. اگر بحران زیاد بشه و مستمر بشه، مانع توسعه میشه و موجب فروپاشی تمدن‌ها یا جوامع میشه. اگرم اصلا بحران ایجاد نشه، تکامل و تعالی و رشدی رخ نمیده. بنابراین بحران و ثبات دو روی سکه تحول در مسیر توسعه هم. به عبارت دیگه، تحولات سخت یا تحولات فناوری که حاصل ثبات بلند مدت و انباشت سرمایه است، بعد مدرنیزاسیون رو رقم میزنن توی توسعه، بعد رشد و پیشرفت رو. و بحران ها که تحولات نهادی رو رقم میزنن، افق گشایی میکنند برای تحول نهادی. یعنی تنها در بحرانه که ما متوجه میشیم که باید افق های تازه‌ای رو نگاه کنیم و از افق های قدیم دست برداریم. منتها نکته کلیدیش اینجاست که بحران ها روشون ننوشته که حتما به افق گشایی بیانجامند. بحران ها ممکنه به فروپاشی بیانجامند. اینجاست که دولت توسعه خواه، اینجاست که نخبگان گروه های مرجع و نخبگان میتونن نقش بازی کنن که آیا بحران به فرصت تبدیل بشود یا به تهدید. اگر عملکرد نخبگان و عملکرد نظام سیاسی این بود که بحران به فرصت تبدیل بشود، گشایش ایجاد بشه، افق گشایی بشود، اون وقت یک گام بلند در مسیر توسعه رخ داده، یک تحول نرم یا نهادی رخ داده. اما اگر عملکرد نظام سیاسی و نخبگان به گونه‌ای باشد که بحران به یک تهدید تبدیل بشه، اون وقت ما پس روی خواهیم داشت. بنابراین سیستم های زنده چاره ای ندارن برای تکامل، حتما نیاز به جزء اخلال دارن و یه جاهای نیاز به بحران دارن تا تکامل پیدا بکنن. جامعه هم به عنوان یک سیستم زنده برای توسعه، که در واقع بیان دیگری از تکامل جامعه است، نیاز به بحران داره. اما این که حالا این بحران حتما به توسعه بیانجامد یا نه، منوط است به عمل کرده نهادهای سیاسی و نخبگان. این اون قسمتی از بحثم که به بحث آیه دکتر حاتمی مربوط میشد. اما درباره کتاب آشوب و اینکه چه درس‌هایی ما میتونیم بگیریم، من
چند نکته رو درباره خود کتاب آشوب بگم، برای اینکه احتمالاً دوستان عزیزی که بعداً بحث ما رو میشنوند کمک میکنه که بتونن با در واقع مطالب کتاب با همدلی با نگاه بکنن و همدل بشوند با کتاب. یکی این که نویسنده درباره کشورهایی حرف زده که خودش در اونها زندگی کرده، یعنی تجربه زیستش رو داره میگه، تجربه زیسته به اضافه مطالعه شدیدی که کرده در این دوره، هم مشاهده هم مطالعه. نویسنده به علت اینکه آدم ثروتمندی بوده، اینقدر ثروتمند که هواپیمای شخصی داشته و با هواپیمای شخصی میرفته و میبده هرگاه میخواسته بری یه چیز رو مشاهده کنی، یه کتاب رو اینجا پیدا کنی، یه تجربه. بنابراین این نویسنده با چنین موقعیتی، این که روی این مسئله متمرکز شده، انگیزه مالی نداشته، انگیزه مادی نداشته، دغدغه شخصی بوده. به ویژه این که نویسنده در دوران پختگی سنی داره کار میکنه و کتابو نوشته، الان 82 سالشه، بنابراین به نظر میرسه که سودای نام هم انگیزه اصلیش نباشه، یک دغدغه درونی است برای کسی که در واقع سوالات مهمی داره و فرصت‌های خیلی شگرفی در برابرش بوده. کتاب حاصله که کار کتابخانه این نیست، گرچه مطالعه تاریخی زیادی پشتش بوده، حاصل زیستن و تحقیق میدانی است و در شش کشوری که خودش هم در واقع از شش کشور از هفت کشور رو خودش توش زیسته است. با توجه به اینکه قبلا هم این نویسنده کتاب اسلحه میکروب فولاد رو نوشته و زیروبم تحولات تمدن‌ها رو در آورده تو اون کتاب با یک چارچوب تحلیلی ساده اما جدی، روندها و مؤلفه‌های مهم شکلی تمدن‌ها رو بررسی کرده، به نظر میرسه که با اون عینک حالا اومده چی؟ اومده موردی راجب کشورها و جوامع صحبت کردن، راجب تمدن‌ها. بنابراین یک ذخیره از آگاهی درباره تمدن‌ها داشته، درباره تاریخ ملت‌ها داشته، اون ذخیره آگاهی رو با خودش آورده، با تجربه عینیش درگیری کرده توی این کشورها و بعد یه الگو داده که الزاماً الگو ممکنه یک الگوی تئوریک خیلی شسته رفته‌ای نباشه، ولی حاصل یک شهود مبتنی بر آگاهی بلند مدته. یعنی ممکنه این 12 معیاری که داده حاصل استدلال تئوریک نباشه، ولی حاصل یک شهود مبتنی بر آگاهی انباشته شده است. عرض کنم که اما درباره بحث درس هایی که میتونیم از این کتاب بگیریم، من یکی دو نکته دیگه راجع به بحث بحران که این کتاب در واقع، این کتاب کمتر اسم بحران رو آورده، بیشتر آشوب گفته، ولی معمولا آشوب ها در شرایط بحرانی رخ میدهند. خب اون بحث در واقع بحران که معنی دو پهلو داره و چینی ها خوب این رو به کار بردن توی کلامشون که واژه وی جی رو برای بحران به کار برن که وی به معنی خطره و جی به معنی فرصته، یعنی کلمه بحران برای چینی ها ترکیبی از خطر فرصته یا تهدید فرصته. خیلی رساست که بحران، عرض کنم که یک پدیده ذاتن بدی نیست، میتونه دستاوردهای نیکویی هم داشته باشه. بحران در واقع یک پدیده غیر عادی اما طبیعی است. بحران یک پدیده غیر عادی اما طبیعی است که در سیستم های زنده تعبیه شده تا بتونه این سیستم ها رو دائما ارتقا بده و بهبود ببخشه. بحران شرایطی است که نقطه عطفی در وضعیت موجود ایجاد میکنه که قبل و بعد این وضعیت متفاوت خواهد بود، از هر جنسی البته میتونه باشه. پس ما ناگزیر با بحران مواجه میشیم، نمیتونیم بگیم چرا بحران اومد. بحران ضروری زیست اجتماعی و انسانی است. اون چه که ضروری نیست اینه که ما در بحرانها الزاماً خسارت بدیم و اون چه که ما رو الزام میکنه که در مورد بحرانها بیاندیشیم اینه که چگونه اونها رو از تهدید تبدیل به فرصت بکنیم و نحوه مواجهه ما با بحران هاست که مهمه. خب، بنابراین این کتاب کتاب کاربردیه و من توصیه‌ام اینه که
به ویژه سیاست مداران ایرانی حتما این کتاب رو مطالعه بکنن، چون درس های زیادی از خطاهایی که سیاست مداران کشورهای دیگه کردن و آسیب های سنگینی به جامعه زدن و ملت به ملتشون زدن، این کتاب میتونه هشدارهایی بده و هنجارهایی رو برای گریز و گذار از بحران به سیاست مداران ما بده. نویسنده هم البته صادقانه گفته که من ده ها متغیر رو میتونستم بشمارم، ولی این 12 تا رو انتخاب کردم که احتمالاً انتخابش هم در یک چارچوب شهودی انجام شده. اگر اجازه بدید ما این 12 مؤلفه رو یک بار دیگر، علی‌رغم اینکه آقای بودجانی بهش پرداختن و معرفی کردن، ولی ما یک بار دیگه این 12 رو دونه دونه مرور کنیم و بعد ببینیم که این 12 معیار یا هنجار، به نظرم عبارتی که آقای دکتر راحت هم به کار بردن بهتره، هنجاره در واقع، این 12 هنجار یا دستورالعمل رو با چگونه باش باید برخورد بکنیم. و تجربه زیسته ما در چند دهه اخیر میگوید که نظام سیاسی ما یا این 12 هنجار رو به خوبی باهاش مواجهه کرده یا نه و به خوبی عمل کرده یا نه. هنجار اول اینه که فرد یا جامعه‌ای که در بحرانه اذعان بکنه به بحران و بحران رو بپذیره. خب طبیعی است که هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر اینکه ما عرض کنم که مسئله ای داشته باشیم، معضلی داشته باشیم تا بتونیم تحول ایجاد بکنیم. اگر اجازه بدید من مثال یک بیمار سرطانی رو به عنوان یک بیمار خاص رو، بیماری شدید رو به عنوان فردی که در بحران قرار گرفته مثال بزنیم. اگر بیمار نپذیرد که بیمار است، اصولا اقدام به درمان نمی‌کنه یا با پزشک همراهی نمی‌کنه یا با خانواده همراهی نمی‌کنه. بنابراین پذیرش بیماری شرط اول و جدی اینه که درمان انجام بگیره و موفق باشه. خیلی از خانواده ها بیماری رو از بیمار کتمان می‌کنند و در واقع نه تنها حقی رو از بیمار ضایع می‌کنند، بلکه فرصتی رو هم از او ضایع می‌کنند که همکاری جدی برای درمان خودش داشته باشه. در مورد جامعه نویسنده میگه که به جای اذعان فردی به بحران، جامعه باید اجماع ملی پیدا بکنه که بحران دارد. معادل اذعان. البته حالا این سوال هست، من هم الان براش پاسخی ندارم که آیا ما میتونیم این پرش از معیارهای فردی یا شخصی یا خرد رو به کلان بپذیریم و گرفتار خطای ترکیب نمیشیم. ممکنه گرفتار خطای ترکیب بشیم، ولی حالا شما به عنوان یک در واقع تمثیل هم که استفاده کنید، بالاخره تمثیل هم یکی از ابزارهای استدلاله. بنابراین پر بیراه نیست که این معیارها رو بپذیریم که در سطح جمعی هم قابلیت کاربرد داره. خب در مورد اجماع ملی، من گمانم بر اینه که در جامعه ما در 14 بعد از انقلاب که ما با مسائل، معضلات و بحران‌های متعددی روبرو بوده ایم، تا قبل از این که رسانه‌هایی که شبکه‌های مجازی پیدا بشود در ایران، هیچ سازوکار جدی برای رسیدن به اجماع ملی در ایران وجود نداشته. هرگاه قرار بوده اجماع باشه باید از حکومت آغاز می‌شده و حکومت اعلام می‌کرده که خب ما بحران داریم، گفتگو کنیم، که متأسفانه حکومت ما هم به ندرت مسئله‌ای رو به عنوان بحران در ایران پذیرفته که بخواد در موردش اجماع ملی ایجاد بکنه. در مورد جنگ تحمیلی که هیچگاه بحرانی بودن شرایط اذعان نشد و اونقدر سکوت شد در مورد بحرانی بودن شرایط تا رسیدیم به نقطه در واقع استیصال و بعد پذیرش قطعنامه. بعد از جنگ هم هیچگاه ما ندیدیم که حکومت یک مسئله رو به عنوان مسئله ملی اعلام بکنه، مردم رو درگیر بکنه، گفتگوی ملی را بیاندازه، نگرانی ایجاد کنه، جامعه رو نگران کنه، برای اینکه به دنبال اون نگرانی بتونه طرح نو در اندازه. و حتی خیلی از جاها وقتی که نخبگان در صدد بودن که
جامعه گفتگو کنه راجع به بحرانهاش، بلکه به اجماع برسه، نظام تکبیر مانع این گفتگو شده. حالا شبکه‌های مجازی البته مقدار بازی رو عوض کرده و بل اجبار گفتگوی ملی داره رخ میده. ولی اجماع، به گمان من اجماعی که اینجا نویسنده میگه اجماع ملیه، حتما باید نظام سیاسی هم در اجماع ملی حضور داشته باشه. شما الان در مورد یک مسئله دم دستی اما خیلی استراتژیک، یعنی مسئله آب، تقریبا همه نخبگان پذیرفتن که یک بحران جدی است. حکومت هم میداند اینو، ولی آمادگی این که راجع به بحران آب گفتگو بشود نداره. یعنی من چند وقت پیش دعوت هم کرده بودن به صدا و سیما راجع به آب، شرطشون این بود که کلمه بحران آبو به کار نبری، راجع به آب هرچه میخواهید بگویید ولی کلمه بحران آبو به کار نبری. و همین بس که استانهایی که درگیر مسئله آب هستند جرأت گفتگو با هم ندارن، یعنی نه نظام سیاسی اجازه میدهد نه نخبگان این استانها به خودشون اجازه میدن که گفتگو کنن. ما تلاش کردیم بین اصفهان، یزد، چهارمحال و خوزستان نشست‌هایی بذاریم در مرکز هماندیشی توسعه اصفهان، گفتگو ایجاد کنیم در مورد آب، نخبگان استانها حاضر نشدن بشینن کنار هم، نه مقاماتا، نخبگان مدنی استانها حاضر نشدن کنار هم بشینن. چه سالی؟ این مال 3-4 سال پیش. بنابراین مسئله در واقع گفتگوی ملی برای رسیدن به اجماع ملی یه مسئله دریچه ورود به حل مسئله بحرانه و ما تو این گام اول شناخت و حل بحران همیشه لنگ زدیم. بخشش رو نظام سیاسی آمدانه جلوی گفتگوی ملی راجع به بحران ها رو گرفته و بخشی هم نگرانی های منطقه‌ای، قومی و قبیله‌ای باعث شده که همه درباره مسائل فیما بینی مسکوت بذارن و وارد گفتگو نشن. بنابراین من به گمانم میرسه که مهمترین گامی که در مورد بحران‌های موجود ایران باید برداشته بشه گفتگو درباره بحران‌هاست. خیلی ها میگن که گفتگو درباره بحران‌ها موجب نگرانی میشه، موجب ناامیدی میشه. این دقیقاً همون مسئله ایست که در مورد بیماری میگن، میگن بیماری رو به بیمار نگید ناراحت میشه. خب اگر ما بیماری رو نگیم پروسه درمان جدی شروع نمیشه. شما اگر به مردم اعلام بحران آب نکنید که خانم خانه‌دار برای شستن یه استکان یک پارچه آب میریزه، مدیریتش نمیکنه. حمام که میریم 100 لیتر آب میریزیم به جای اینکه 10 لیتر آب بریزیم. بنابراین برای اینکه بشود بحران رو مدیریت کرد در هر حوزه ای باید بحران رو در گام اول جار زد، بحران رو در گام اول جار زد و یک بسیج فکری و بسیج گفتگویی ایجاد کرد، بلکه اجماع ایجاد بشه و به سمتش بریم. این نکته اول من. الان هم در حوزه مسائل اتمی ببینید ما خب بالاخره وارد بحران داریم میشیم، ولی امکان گفتگوی ملی وجود نداره، هیچ اجماعی نیست، نظر مردم با نظر حکومت کاملا تعارض داره. در جامعه هم چند پاره است و راجع به مسئله بحران خارجی ما تعارض داره. چون زمینه گفتگو ایجاد نشده هیچ اجماعی قابل شکی نیست. البته در این مورد به نظرم اگر حکومت بخواد به راحتی میتونه زمینه ایجاد اجماع رو ایجاد بکنه. حالا این مثال رو میشه در حوزه های متعددی از مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور زد. نمونه دیگرش در مورد بحران بانکی. خب همه اقتصاددون ها میگن بانک ها، نظام بانکی در بحرانه و نیاز به جراحی داره. نظام سیاسی اصرار دارد که بانک ها رو با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم نجات بده، برای اینکه این مسئله بحران بانکی رو نمیخواد بپذیره و الا ماشاءالله میشه مثال زد از بحران های در واقع متعددی که نظام تدبیر مانع گفتگو و اجماع ملی در مورد شده. بنابراین من دریچه ورود به 12 هنجار بعدی رو گفتگو، امکان گفتگو درباره بحران ها میدونم. بعد دیگه مسائل دیگه پیش خواهد. امتناع گفتگو چی هست؟
ببینید، با توجه به بحث قشنگی که دکتر حاتمی کردن، من معتقدم که جمهوری اسلامی اصولا هنوز حکومت نیست، یه حاکمیته. حالا ممکنه به لحاظ سیاسی حکومت باشه، ولی حداقل از معیار با معیارهای اقتصادی اصلا حکومت نیست، حاکمیت. یعنی وقتی حکومته که یک دولت مدرن وظایفی داره در دولت دنیای مدرن، اون وظایف اگه انجام داد میشه حکومت، اگر اون وظایف انجام نداد حکومت اصلا نیست. حالا تو علوم سیاسی معیار حکومت بودن چیزای دیگه است. حالا یک ساختار سیاسی که عرض کنم که اصولا هنوز ویژگی های یک حکومت مدرن رو نداره، طبیعی است که از دلش چیزی جز بحران زاییده نمی شود. این که میگن همایندی بحران ها یا تراکم یا انباشت بحران ها، حاصل اون ساختاری است که هنوز به شکل یک دولت، در واقع ما الان با یک حکومت فاقد بوروکراسی روبرویم. جسم بوروکراسی وجود داره، ولی روح بوروکراسی اینه که نظم ایجاد کنه، قابلیت پیشبینی ایجاد کنه و امکان احقاق حق ایجاد بکنه. وقتی نظم نباشه، قابل پیشبینی نباشه و امکان احقاق حق نباشه، بوروکراسی ندارید. حالا به هر چی هم میخواد 5 میلیون کارمند داشته باشید، این سه تا از توش در نمیاد. اینه که یه چنین ساختاری به طور طبیعی اصلا در واقع زاینده بحرانه. این نکته دکراتمی کاملا درسته. ما هم الان بحثمون این نیست که چگونه میشه باید این ساختار رو درستش کرد، وارد اون نمیخوایم بشه. ما فقط میخوایم این ویژگی های مدیریت بحران رو بحث بکنیم که این بحث ها مطرح بشه، به گوش نخبگان برسه، به گوش مقامات برسه و متوجه بشن که اگر این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه، این همایندی و انباشت بحران ها یه جایی منجر به فروپاشی میشه. این نکته در واقع تکمیلی بود که میخواستم برای بحث‌های دکتر حاتم بگم. اگر اجازه بدید ما بریم دنبال ادامه اون ویژگی. ویژگی دوم یا هنجار دومی که نویسنده بحث میکنه، پذیرش مسئولیته، که حالا در سطح شخصی میشه پذیرش مسئولیت شخصی و در سطح ملی هم میشه پذیرش مسئولیت ملی. ببینید، جامعه ای که فردی که بحرانهاش رو به گردن دیگران میاندازه، به نوعی خودش رو در نقش یک قربانی فرو میبره و از کنش فعال باز میمانه. شما وقتی میتونید کنش فعال داشته باشید که خودتون رو قربانی مشکل یا بحران ندونید، خودتون رو مسئولیتتون رو بپذیرید و به طور فعال برید دنبال این که حالا چه باید کرد. غالب ما هم در سطح فردی بحران ها رو مسئولیتش رو فرافکنی میکنیم و به بیرون نسبت میدیم، به تورم نسبت میدیم، به حکومت نسبت میدیم، به ناهنجاری های اجتماعی نسبت میدیم، بحران های درون زندگیمون رو، و در سطح کلان و عرض کنم که سیاسی هم حکومت اصلا این قاعدش بوده که مسائلش رو به بیرون احاله بکنه، بحران ها رو ریشش رو به بیرون، مداخله خارجی ها، نمیدونم حضور جاسوس ها و تهاجم فرهنگی و استکبار جهانی. شما تا به حال آیا یک نمونه سراغ دارید که مقامات سیاسی ایران گفته باشند که این مسئله حاصل عمل کرده بد ماست؟ مقامات سیاسی ها اخیرا توی سالهای اخیر نخبگان اومدن بگن، نخبگان خارج از حکومت، ولی تا به حال به جز استکبار جهانی و غیره و غیره، شما یک نمونه سطح کلان که معضل ملی بوده سراغ ندارید که یه مقام اومده باشه عذرخواهی کرده باشه، جز قطعنامه 598 که منحصر به فرد نحوه برخورد رهبر انقلاب اون زمان و یک ویژگی منحصر به فردی که در بقیه ما نمیبینیم تکرار شده باشه، جز قطعنامه 598 ما هیچ مسئله کلان ملی دیگه نداریم، که هیچ بحران ملی دیگه نداریم که یه مقام اومده باشه عذرخواهی کرده باشه. در حوزه آب، در حوزه تورم 40 ساله، در حوزه شکاف اجتماعی، تصادفات رانندگی، فقط تصادفات رانندگی که دیگه معلومه کیان، شما در هیچ حوزه‌ای، در حوزه نابودی جنگل‌ها، در حوزه بحران بانکی، تا به حال نه یک وزیر، نه یک مقام، نه یک ریاست جمهوری، هیچ کس نیومده.
بنابراین این مسئله دومه که ما نمیدونم این چه بیماری است که ما عادت داریم خودمون رو در نقش قربانی فرو ببریم. در سطح ملی هم ما دائما خودمون رو قربانی دسیسه های استکبار جهانی میدونیم و بعد حالا به جای اینکه خودمون رو مدیریت کنیم میخوایم با دسیسه های استکبار جهانی مبارزه کنیم و منابعمون رو به سمت مبارزه با اون میبریم، در حالی که اگر نورافکن هامون رو به سمت خودمون برگردونیم، خودمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم، متوجه میشیم که اگر هم دسیسه استکبار جهانی بوده است، عاملش ما بودیم، ما ناتوان بودیم، ما خوب عمل نکردیم، بالاخره استکبار جهانی و کشورهای دیگر دنبال منافع خودشون هستند. این مسئله دومی است که در واقع من گمانم برای اینه که اون بخش اول که حکومت در ایران و مقامات سیاسی نمیذارند راجع به بحران ها گفتگو بشود و اجماع بشود، برای اینکه آمادگی روانشناختی برای پذیرش مسئولیت ندارن، نگران اینن که گفتگو شروع بشه و بعد مسئولیت ها آشکار بشه که حالا کی مسئوله در این حوزه. این نکته ای بود که در مورد مسئولیت شخصی به نظر من میرسید. اگر که اساتید معظم نکته ای هست تکمیلی بفرمایید. من میگم که هنجار سومی که نویسنده مطرح میکنه برای مدیریت بحران، خودسنجی صادقانه در هم شخصی در سطح شخص و هم در سطح ملی است. خودسنجی صادقانه که ما امکانات و توانایی‌های خودمون رو واقعی برآورد کنیم. ببینید کسی که بیماره اگر توانایی‌های بدنی، روحی و اقتصادی خودش رو درست برآورد نکنه یا اصولاً وارد پروسه درمان نمی‌شود و ممکنه خودش رو به وضعیت فلاکتبار بیاندازه به خاطر بی‌توجهی، یا از اون طرف وارد یک پروسه درمانی پرهزینه می‌شود که نیازی نیست و به خودش هزینه تحمیل می‌کنه. حالا این داستان در مورد یک جامعه هم این گونه است که اگر ملتی، جامعه‌ای، حکومتی، نظام سیاسی خودسنجی صادقانه نداشته باشه، تصمیمات خسارتباری میگیره در حوزه‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. من به نظرم میرسه که در مورد ایرانی‌ها یک ویژگی روانشناختی ملی است که ما دچار یک غرور کاذبی، یک غرور کاذب که ما رو معمولاً در پروسه‌های بحرانی دچار پارادوکس غرور و ناتوانی می‌کنه. اگه دقت کنید ما در جنگ تحمیلی، در مسئله انرژی اتمی، در مسائل اقتصادی رسیدیم به نقطه‌ای که ما بهش می‌گیم پارادوکس غرور و ناتوانی. یعنی ما می‌رسیم به جایی که غرورمون اجازه نمی‌ده عقب نشینی بکنیم، در این حال ناتوان هم هستیم از اینکه مسئله رو حل بکنیم. من یک مسئله ویژگی روانشناختی می‌دونم که ملت ایران و به تبع اون دولت مردمون هم همینجور خودمون رو بیش برآورد میکنیم توانایی هامون رو. یکی نمونه شو آقای دکتر ساسان مثال زدن، برای بیش برآورد هوش بحر ملی، آیکیو ملی مونه. ما در حالی که متوسط آیکیومون طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی 84 و 84 یک کمی زیر خط متوسطه، خودمون رو هوشمندترین ملت عالم میدونیم. این یه موردشه. این یه ویژگی هایی ما داریم از قبیل آبروداری، رو در بایستی، ریاکاری، تعارف. اینا بیشترش معنی دروغ رفتاری میده. در همه اینا ما یه کاری میکنیم که نیستیم، یه حرفی میزنیم که نمیخوایم، تعارف میکنیم در حالی که آمادگی نداریم، نوعی دروغ رفتاری. یعنی من گمان میکنم که یک ویژگی ما داریم که بهش شما شعر گذاشت دروغ رفتاری، که من یه بار نشستم محاسبه کردم 20 تا ویژگی ایرانی هاست که همش ذیل دروغ رفتاری قابل گنجوندنه. خب که الان 3-4 تاشو عرض کردم. بیش برآورد هم بخشی از ایناست، این که ما خودمون رو بیش برآورد میکنیم بخشی از این ویژگی. اون وقت سیاست مدارای ما معمولاً سوار این ویژگی ملی میشن، یعنی از این بیش برآورد اجتماعی استفاده میکنن و مردم رو تحمیق میکنن، تهییجش رو میکنن به سمت اینکه ما ملت اول دنیای، ما چه اگه میشه جامعه ای که اقتصادش به کمک چاهای نفت، اقتصاد 20 جهانیه، میخواد در حوزه سیاست حرف اول جهانی بزنه. خب این تناقض ما کجا ببریم این تفاوت رو؟
میخوایم حرفمون تو دنیا، تو سازمان ملل، توی مجامع جهانی به اندازه آمریکایی که اقتصادش 40 برابر ماست حرفمون در رو داشته باشه. خب نمیشه. اینا نمونه های جدی است که ما عرض کنم که بیش برآورد میکنیم و با خودمون خودسنجی صادقانه نداریم. لاپوشانی، خصت اطلاعاتی باز از همین ویژگی هاست. خصت اطلاعاتی فرقی نمیکنه، هم در سطح فرد هم در سطح حکومت ها. در ایران اصولا اطلاعات مثل طلا ازش محافظت میشه و سعی میکنیم اطلاعات بروز ندیم و همین الان دستگاه هایی دارن لایحه‌ای رو آماده میکنن که بفرستن مجلس که آقا دستگاه های دولتی اطلاعات منتشر نکنند. ببینید در چه عصری الان این مسئله مطرحه که لایحه‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات دولتی. اینا همه ویژگی هایی است که یه بخشش رفتاری است و یه بخش هم ساختاری شده دیگه، منتقل شده در ساخت سیاسی و اجازه نمیده که ما یک خودسنجی صادقانه داشته باشیم در برابر همسایه هامون، در برابر رقبامون، در برابر استکبار جهانی، در برابر دولت هایی که دشمن خودمون میدانیم. و ما ملتی هستیم که لذت میبریم از تعریف بیجا، تعریف اضافی، از تملق. این که یک ملتی هستیم که از مدداهی لذت میبریم، چه اون که مدداهی میکند لذت میبریم، مدداهی هم که از اون بیستاست، چه اون که مدداهی میکند، چه اون که مدداهی میشنود، همه لذت میبرن. خب یه بیماریه دیگه، یه بیماریه. یعنی گفتن چیزهایی که واقعیت ندارن. اصلا ادبیات ما ادبیاتی است که مبالغه توش موج میزنه. جنس ادبیات ما مبالغه است، این که معشوق رو با ماه مقایسه میکنیم و اینها، این همه جنس روانشناختی ماست که عادت کردیم. بنابراین یک ویژگی ملی است که البته سیاستمدارها هم گرفتارش هستن و امتیازه خودسنجی واقع صادقانه رو به ما نمیده و به همین خاطر معمولا اشتباه انتخاب میکنیم و در انتخاب هامون پافشاری میکنیم تا نقطه ای که به مرحله چی برسیم؟ مرحله ناتوانی. چی گفتم؟ پارادوکس غرور و ناتوانی. بله. نه بفهمید. دیگه من عرضی ندارم. من عرضم اگر بخوام وقت رو رعایت کنم اینه که ما احتیاج به شب قدر داریم و در یک شب قدر باید بشینیم قدر خودمون رو، قدر یعنی اندازه، اندازه های خودمون رو در همه جهت صادقانه اندازه گیری کنیم و واقع گرایانه به مردم هم بگیم. اندازمون در تجارت ملی خب 57% در تجارت خارجی، اندازمون در هوش 82-84، اندازمون در چه احتیاج به شب قدر داریم. اجازه است من یه جمله اضافه کنم به بحث قبلی. اصولا ملتی که در یک قرن 3 بار انقلاب میکنه یعنی خودسنجی صادقانه ای نداره. خودسنجی صادقانه ای نداره. بسلام. ویژگی بعدی یا هنجار بعدی که نویسنده تاکید میکنه برای مدیریت بحران، حصارسازی است که در سطح شخص فردی حصارسازی برای تعیین در واقع دارایی ها و توانایی ها یا ناتوانی ها و ضعف هاست و حصارسازی در سطح ملی هم حدود مشکلات ملی. در واقع در حصارسازی نویسنده میگه که شما باید یه سری چیزها رو درون حصار بذارید و یه سری چیزها رو بیرون حصار بذارید و از این طریق خودتون رو محافظت کنید. یعنی اون چیزهایی که به درد مدیریت بحران میخوره، کمکتون میخوره رو نگه دارید، میکنه رو نگه دارید و اون چیزی که به درد نمیخوره رو بذارید خارج از حصار و به کار جدا کنید از خودتون که انرژی شما رو نبره. توی مورد بیماری و فردی، خب بیمار باید ببینه که چه دارد که میتونه کمکش بکنه و چه دارد که مانع بهبودی اونه و اینها رو تشخیص بده و جدا بکنه. مثلا بیمار باید خودش رو ایزوله کنه، حساری از ارتباطات دور خودش بکشه که ارتباطاتش کم بشه، یه سری موادی باید بخوره، یه سری موادی رو نباید بخوره، اینها رو باید تفکیک بکنه. در سطح ملی ما نیازمند غربالگری مسائل ملیمون هستیم. یعنی یه سری مسئله داریم یا یه سری امکانات داریم که برای ما نقطه قوت، یه سری نقطه ضعفه، یه سری ویژگی ها داریم که نقطه ضعفه. اینها رو باید غربالگری کنیم
و اصلی ترین ابزار غربالگری هم نقده. شما بدون امکان نقد امکان غربالگری نداری. حالا در جامعه ای که نقد اصولا اهانت محسوب میشه، به معلم در کلاس نقد اهانته، در سخنرانی روحانیون نقد اهانته، در جلسات دوستانه نقد اهانته، در برابر مقامات نقد اهانته، در جامعه ای که نقد اهانته ما چجوری غربالگری میتونیم بکنیم؟ البته من معتقدم همه این ویژگی ها دستخوش در حال تغییره و دستخوش تغییر خواهد شد به خاطر قدرت شبکه های ارتباطی و مجازی. الان یه هویت جدیدی داره جایگزین میشه که شبکه نقد میکند نه فرد. اون وقتی که مسئولیت تقسیم میشه. یکی از مسائل ما محافظه‌کاری ما بوده که نقد نمیکردیم و به همین خاطر اصولا نقد جایگاهی نداشته. حالا این داره داستان عوض میشه چون شبکه مسئولیت ها رو تقسیم میکنه و بنابراین مسئولیت هر فرد کم میشه. اینه که این داستان به هم خواهد خورد به زودی. ولی ما داریم شرایط موجود رو، گذشته و حال رو میگیم که اینکه یک ملتی مهارت نقد نداره، که البته این مهارت هم از کودکی باید شکل بگیره. در بزرگسالی الزاماً ما ممکنه نق بزنیم، ممکنه یه حرفی بزنیم، ولی قواعد نقد رو رعایت نمیتونیم بکنیم. مهارت نقد یه مهارت کلیدی است در دنیای توسعه. بنابراین مشکل حصارسازی ما در واقع برمیگرده به غربالگری و مشکل غربالگری برمیگرده به مهارت نقد که باید یه دوره‌ای در واقع به عنوان یک نهضت ملی به گمان من باید نهضت نقد را بیاندازیم، یعنی نقد بشه یه ارزش و استقبال بشه. شاید آرام آرام جامعه ما از این در واقع این مهارت رو بتونه کسب بکنه. من کوتاه نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید بین این نکته احصارسازی برای تعیین حدود و مقوله قبل خودسنجی ارتباط وجود داره. اگر از جمهوری اسلامی بپرسید که حدود بحران برای شما کجاست، حدود بحران در چارچوب مرزهای سرزمینی ممکنه تعریف نشه. بحران فلسطین ممکنه که بحران دیده بشه، حتی برخی مواقع بحران در ونزوئلا ممکنه که در این محدود تعریف بشه. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی این که این محدودی بحران ها اینقدر گسترده تعریف میشن. من فکر میکنم که اتفاقا برمیگرده به همین نکته، یعنی این که خودسنجی در واقع درست صورت نگرفته و این در واقع تایید میکنه فرمایش های دکتر رنانی که فکر میکنم اول باید خودسنجی متغیر سوم باشه و سپس احصارسازی. بنابراین حتی ممکنیم در این متغیرها یه تغییرات کوچیک هم بدیم. من فکر میکنم که این نکته رو من عرض کردم که این تغییر در واقع تغییر منطقی است. خیلی متشکرم. بله، نکته یا هنجار پنجم که نویسنده تاکید میکنه که برای عبور از بحران باید یک فرد داشته باشه یا یک جامعه داشته باشه یا یک نظام سیاسی، مهارت کمک گرفتن از دیگرانه. خب طبیعی است در بیماری اگر ما دیگران ما نخواهیم، اجازه ندهیم که دیگران به ما کمک بکنن، پروسه درمانی ما به تعویق میفته یا اصلا مشکلات ایجاد میشه. در سطح ملی هم همین جوره. یک مهارت کمک گرفتن از دیگران یک مهارت و یک توانایی محسوب میشه، در حالی که در جامعه ما یاری طلبی آره و ادامه همون داستان دروغ رفتاری بود و آبروداری. عرض کنم که رو در بایستی همه اینها به همین معنی هست که ما تلاش میکنیم که دیگران متوجه نقص ما نشن. حالا جامعه ای که مردمی که تلاششون اینه که نقص هاشون رو دیگران یا کمبودها و نیازهاشون رو دیگران متوجه نشن، طبیعی است که در یاری طلبی هم مهارت ندارن و مکتوم میذارن نیازهاشون رو و کمک نمی طلبن. در سطح ملی که اصلا آشکاره، بعد از هم زمان شاه هم زمان بعد از انقلاب ما اصولا آرمون بود که از دیگر کشورها وام بگیریم، از سازمانهای جهانی وام بگیریم و جز افتخارات جمهوری اسلامی این بوده که ما وام نگرفتیم. ما اجازه ندادیم هیچ شرکت خارجی بیاد در کشورمون سرمایه گذاری بکنه. اصلا جز افتخارات نظام سیاسی است این که
کمکی از جایی نگرفتیم، در حالی که ما باید نگاه میکردیم به هزینه فرصت منابعمون، میدیدیم که هزینه فرصت منابعی که خارجی ها بیارن با هزینه فرصت منابعی که خودمون بخوایم با فروش نفت یا روش های دیگر تأمین بکنیم چگونه است. به گمان من عرض کنم که حکومت ما خیلی در این ویژگی ضعیفه و اتفاقا در اوج نیازمندی خیلی با غرور و افتخار داره کمک میکنه به خیلی از کشورها و جوامع دیگه، و این خودش نشانه از اینه که این مهارت در سطح سیاسی هم نیست. در حالی که ما همسایه های قدرتمندی و ثروتمندی داریم، خیلی ساده میتونستیم با ارتباطات خوب از قابلیت ها و فرصت هایی که اونا میتونن در اختیار ما بذارن استفاده بکنیم. حتی در جنگ تحمیلی، در جنگ تحمیلی هم ما از این فرصت استفاده نکردیم و تلاش نکردیم از طریق یاری طلبی آشکار. ما میرفتیم محرمانه کمک بگیریم، ما میرفتیم با قیمت زیاد تجهیزات نظام بخریم، برای اینکه واقعا در جنگ تحمیلی از نظام جهانی، از همه کشورها دعوت بکنیم که کمک بکنن که ما تحت در واقع حمله قرار گرفتیم، حقوق ما استیفا بشه، اصلا تو این وادی ها وارد نشدیم. همه یه نشانه هایی که از اینه که ما در مهارت یاری طلبی خیلی ضعیفیم. و من الان که چند سالی روی مسئله توسعه نگاه میکنم، متوجه میشم که خیلی از مسائل حوزه توسعه به مهارت برمیگرده، خیلی از مسائل به مهارت هایی که خیلیش باید در حوزه در دوره کودکی کسب بشه برمیگرده. معرفه بعد صلابت نفسه که در سطح ملی میشه هویت ملی. در واقع صلابت نفس موضوعی است فراتر از اعتماد به نفس. وقتی که اعتماد به نفس آگاهانه و مبتنی بر شناخت واقعی خودمون و اهدافمون و پذیرش خودمون آنگونه که هستیم باشه، اون وقت صلابت نفس پدیدار میشه. توی روانشناسی تاب‌آوری هم مطرح میشه که تاب‌آوری خیلی نزدیک به این معنی است که نویسنده گذاشته، با صبر کاملا متفاوته. صبر یه مفهوم روانشناختی است و در واقع نوعی مقاومته، در حالی که تاب‌آوری یا صلابت به نفس یک مفهوم فعال داره. در صبر شما منفعلید در برابر کنش بیرونی، در تاب‌آوری شما فعالید و آگاهانه و فعال هستید. و به گمانم میرسه که مترجم محترم هم یه بررسی بکنن ببینن اگر اینجا صبری که ترجمه کردن بیشتر مفهوم صلابت نفس یا تاب‌آوری میده، بهتره که تغییرش، چون صبر کاملا من چون صبر اون اول نوعه. آها اونجاست، درسته. خب در مورد صلابت نفس بنابراین این نکته هست که اعتماد مبتنی بر چی؟ آگاهی. حالا شما نگاه کنید، تا زمانی که این یه ویژگی باز روانشناختی ماست که تا زمانی که ما قدرت دست بالا رو داریم یا قدرت داریم، بسیار خودمون رو بیش برآورد میکنیم و به محض این که قدرت ما زایل بشه، یه ترس درونی موجب میشه که صلابت نفس از دست بره. یعنی کسایی که بیش برآورد دارن اگر شکست بخورن بیشتر فرو میریزن تا کسایی که بیش برآورد نداشتن و واقعی خودشون رو برآورد میکردن. در واقع صلابت نفس چون مبتنی بر آگاهی است، عرض کنم که اصولا مورد بیش برآورد نمیشه و یک اعتماد به نفس واقعی ایجاد میکنه. حالا نگاه کنید، نظام سیاسی ما به خاطر غرور یا بیش برآورد خودش، این دوتا الان یکیه، بیش برآوردی که نظام سیاسی داره از خودش داره ناشی از غرورشه، به این خاطر اصولا نیازی به تأکید بر هویت مشترک ملی نمیدیده. درست شد؟ شما نمیبینید، هنوز هم نمیبینید که نظام سیاسی بر هویت ملی به عنوان صلابت نفس ملی، اعتماد به نفس ملی تأکید بکنه. ممکنه نظام در یه دوره کوتاهی
از طریق ایدئولوژی هویت ملی میداد که اینم بود، یعنی در یک دوره ایدئولوژی منشأ و منبع هویت ملی شده بود، ولی به محض اینکه ایدئولوژی شکست بخوره هویت از دست میره. تفاوت منابع هویت ساز اینه که منابع هویت ساز نباید امکان اینکه در معرض آزمون قرار بگیرن نباید باشه. بنابراین شما ایدئولوژی که در معرض آزمون تجربی هست رو نباید بذاری منشأ هویت. منشأ هویت باید یه منبعی باشه که در معرض آزمون قرار نگیره، در حالی که در جمهوری اسلامی ایدئولوژی رو منشأ هویت قرار داد و بعد از اینکه این ایدئولوژی در ساختن یک ساختار سیاسی قدرتمند شکست خورد، دیگه اون منبع هویت ساز از دست رفته و ما الان یک جامعه هستیم که واقعا نمیدونیم به چی تکیه کنیم. سرود ملی که نداریم، سرود ملی که میگم داریم ها، سرود رسمی داریم، ولی یه سرودی که مردم تو عزا و عروسی بخونن، بچه‌ها تو مدرسه بخونن، کوه میرن بخونن. سرود ملی یک منبع مشترک هویت سازه و خیلی چیزای دیگه. به همین خاطر عملاً چه کار کردیم بعد از انقلاب؟ ما منابع هویت بخش ملی رو تضعیف کردیم و الان یه مسئله است. الان اگر یکی از مسائل ما و نگرانی هایی که باید نظام سیاسی در برخورد با بحران‌های سیاسی خارج داشته باشه اینه که آیا جامعه‌ای که هویت ملی ندارد، یک هویت مشترک که برش تاکید بکنه ندارد، یه عده‌ای الان بر کوروش تاکید می‌کنن به عنوان بخشی از هویت ملی، بر بخش بزرگی از جامعه اونجوری نگاه نمی‌کنن، یه عده‌ای بر اسلام تاکید می‌کنن. این نشانه چند پارگی در سطح ملی است و نشانه فقدان یک منبع هویت بخش یک پارچه در سطح ملی است. بنابراین یک جامعه که در این وضعیت هویت ملی قرار داره اصلا نباید بره دنبال تنش آفرینی در بیرون که یه جایی که باید هویت ملی به دادش برسه و من فاقده اونه. اینه که بگمانم یکی از مسائل جدی ما در این سالهای آینده مسئله ساختن یک هویت ملی مشترک باید باشه که دیگه کار حکومت نیست، این نخبگان باید بیان بیرون، بیان به میدان و بر منابع مشترک تاریخی ملیمون تاکید بکنن برای هویت ملی. خب به نظر میرسه که 8 رو تقریبا صحبتشو کردیم. استفاده از تجربه های پیشین خودمون، چه فرد چه کشور، در هر دو صورت از تجربه های پیشین خودمون باید استفاده کنیم. اینو تقریبا توی موارد قبلی گفتیم که ما ملتی هستیم که آزموده رو می آزماییم، در یک قرن چند بار انقلاب میکنیم و از انقلاب خودمون هم درس نمیگیریم و تجربه های مکرر تاریخی داریم. همین که ما در 300 سال گذشته هر 25 سال یک شاه رو عوض کردیم یا یک شاه رو کشتیم، یعنی تمام اون 275 سال قبلیش تجربه هاش به درد نمیخورده دیگه. این نشانه اینه. بنابراین به نظر میرسه که اون غرور رو اون بیش برآورد و همه باعث شده که ما باز از تجربه های خودمون هم و هی بگیم نه در بار بعدی بهتر عمل میکنن، انقلاب بعدی درستش میکنن، هی میگیم انقلاب بعدی درست میشه. این و من اینو در این میدونم، در واقع انقلاب بعدی کار کیه؟ کار نسل بعده. اون نسلی که قبلا انقلاب کرده که دیگه انقلاب نمیکنه، کار نسل بعدیه. ما چون یک فرهنگ شفاهی داریم و دانش ضمنیمون رو مکتوب نمی کنیم که به نسل‌های بعدی منتقل بشه و چون مهارت گفتگو نداریم، چون دانش ضمنی در گفتگو منتقل میشه، بنابراین دو تا مهارت نداریم، یکی گفتگو، یکی فرهنگ مکتوب که دانش ضمنی رو از طریق اینها منتقل بکنیم، نسل‌های بعدی معمولاً تجربه های زیان بار ما رو بهشون منتقل نمی کنیم و بنابراین اونا از نو میخوان تجربه کنن، از نو میخوان انقلاب بکنن و از نو میخوان چه کار کنن، در واقع خودشون تجربه خودشون رو داشته باشن. هنجار نهمی آقای دکتر، پرداختن به ناکامی ملی. در واقع هنجار نهم در سطح فردی میشه صبر و در سطح اجتماعی نویسنده گفته که اینکه جامعه ناکامی های ملیشو بپردازه و راجبش تأمل بکنه مفهوم صبر فردی رو میده. خب تو سطح فردی البته فرد باید در دوران بیماری یا دوران مشکل هم تأمل بکنه و هم صبوری بکنه تا از مشکل عبور بکنه. در سطح ملی باید دائما ببینه چرا شکست خورده، چرا ناکام مونده
و به خود انتقادی در واقع بپردازه تا بتونه مراحل بعد رو به خوبی طی کنه. ما به دلیل اون 20 ویژگی که گفتم که نهایتاً منجر به این میشه که نه مهارت نقد کردن داریم، نه مهارت نقد پذیرفتن، چون پذیرش نقد هم مهارت میخواد، توانایی میخواد، نداریم. اصولاً گذشتمون رو واکاوی نمی کنیم و نقد نمی کنیم. اجازه بدید من یک تجربه خودم رو بگم. من اخیراً تلاش کردم که چهره ها یا سرمایه های نمادینمون، چون میدونه سرمایه نمادین ارزشش بالاست، در این حال نباید مقدس بشه. به محض اینکه کسی مقدس شد دیگه اثر کار کردی سرمایه نمادینش رو از دست میده. بنابراین بزرگانمون که سرمایه نمادینن رو باید نقد کنیم، مقدس نباشن. تفاوت سرمایه نمادین با کاریزما اینه که کاریزما در برابرش امکان نقد نیست، ولی سرمایه نمادین میشه نقدش کرد. مثلا فرض بگیر استاد شجریان به عنوان سرمایه نمادین نقدم میشه، دستش هم نمیبوسیم، دوستش داریم، سرمایه نمادین هم هست ولی دستش رو نمیبوسیم، ولی کاریزما ها رو دستشون رو میبوسیم و نقدشون هم نمیکنیم. حالا من تجربه خودم اینه که شروع کردم یه سری نقد راجبه مثلا امیر کبیر، ضمن اینکه برای امیر خیلی احترام قائلم و روز ملی توسعه براشون تو پیش فکری را در واقع برگزار کردیم، ولی معتقدم که امیر کبیر باید نقد بشه. مصدق. یا مصدق رو هم میجور. این چند موردی که من چند بار تلاش کردم در سطح عمومی بسیار حجمه بهم شده، هم مکتوب هم غیر مکتوب، که چرا نقد میکنه، حالا چه وقت نقد کردن، حتی اگه درستم میگی حالا نه، همیشه هم گفتیم حالا نه حالا نه حالا نه، پس کی، متوجهید؟ یا مرحوم بازرگان همینجور، این در این جلسه اخیری که بود در مورد سالگرد مرحوم صحابی، من امیر کبیر و مصدق و بازرگان و این ستا رو گفتم، اینها در واقع اصلاح طلبان غیر توسعه خواه بودن به دلیل اینکه یه سری ویژگی ها رو رعایت نکردم. حالا عرضم اینه که پرداختن به ناکامی های ملی مسئله جدیه و اون فرهنگ آبروداری اجازه نمیده که ما چه کار کنیم. حتی اسطوره هایی که دارن الگوی تکرار شونده ما میشن، حتی اونا رو نقد بکنیم که اگه قرار تکرارم بشن در گام بعدی الگوی بهتری بیان. این یه مسئله جدی است، پرداختن به ناکامی‌های ملی. ما اصولاً اصلا در تاریخمون کی گفتیم؟ ما راجع به جنگایی که در راجع به دوره‌هایی که شکست خوردیم هم سکوت کردیم. ما هیچگاه راجع به چیز، راجع به قرارداد ترکمانچای ما همایش نگذاشتیم. راجع به پیروزیامون همایش می‌ذاریم ما، ولی راجع به شکستمون هیچگاه همایش نمی‌ذاریم. همایش ما کارش همین دیگه، نقد بکنه. بنابراین ما اونجایی که شکست خوردیم رو سعی کردیم مسکوت بذاریم و راجبش حرف هم نزنیم. این یه ویژگی که تنیده است به اون ویژگی های قبلی. این هم محور نهم. آقای دکتر نکته‌ای هست؟ من در دوران قبل از انقلاب در دبیرستان در فضای روشنفکری ایران قرار گرفتم و خیلی دلیلش هم این بود، تو دبیرستانی که پشت عرض کنم که میدان امام هست و اسمش دبیرستان سعدی بود، حالا یه قسمتشو اداره گذرنامه بود ظاهرن گرفته، یه قسمتشو سوره این صحبت ها، یک دبیرستان فوق‌العاده‌ای بود، یعنی بسیاری از وزیرانی که در نظام جمهوری اسلامی خدمت کردن بچه های این دبیرستانن و در خارج هم این دبیرستان فوق العاده استادان برجسته ای داره. یه زمانی بود و یهو یه جوی، من وقتی که اومدم این دبیرستان جو روشن فکری منو برد، با اینکه یه خانواده یه فوق العاده مذهبی و یادم هست مثلا کتابهایی که روشن فکری اون زمان میداد دست من، گفت برو بخون، من باید مخفیانه تو خونه بخوندم برای اینکه مثلا کتابای صادق هدایت اگه دست من دیده می شد روزگار من و روزگار کتاب و همه چیز سیاه می شد. عرض کنم که ولی اون جب اون زمان تمام مشکلات، میخوام حالا از خودم نقد کنم، میخوام خود انتقادی کنم، تمام مشکلات ایران رو مینداخت تقصیر اعراب، بزرگ می کردن حمله اعراب رو، خالد ابن ولید رو ازش یک دیو می ساختن که
میمد مثلا در همدان میگفت 40,000 نفر رو ردیف میکرد، میگفت سب کنین ما وقت نمازه، بریم نمازمون رو بخونیم و بیایم شما رو بکشیم. و تو تاریخ درست یا غلط میگن حتی یه نفر از اینا هم فرار نکرد یا مقاومت نکردن، 40,000 نفر در مقابل یه گروه کوچیک. اون چه روشنفکری تحویل ما داده بود این بود که یه قوم وحشی آمد، یه قوم متمدن رو از بین برد. ولی من مدتی بود که به این فکر فرو رفتم، مگه میشه اصلا؟ مگه داریم همچین چیزی؟ مگه داریم که یه قوم وحشی عقب مونده بتونه یه قوم متمدن پیشرفته رو؟ و فرصتی برام پیش اومد بعد از اینکه از مراحم آقای احمدی نژاد منتفع شدم و به افتخار بازنشستگی زودرس نائل شدم، فرصتی شد طلایی برام که بشینم تاریخ رو بخونم که سالهای سال بود آرزو داشتم بخونم، ولی مجبور بودم درسای تکنیکی بخونم، درس بدم و از تاریخ غفلت کنم. وقتی که تاریخ رو خوندم دیدم، متوجه شدم که دقیقاً برعکس یک حکومت فوق العاده احمق پرغرور که مدام نیروهای عظیمی رو برمی‌داشت، می‌رفت توی استانبول، ترکیه، آنتالیا، همین جایی که امروز سرمایه‌های ایران رو جذب کنه، جوان‌ها رو می‌رفت اونجا به کشتن می‌داد تا از اونجا یه دونه صلیب چوبی برداره بیاد بذاره تو مدائن، بگه این صلیبی که یا چلیپایی که گفته میشد حضرت عیسی مسیح علیه السلام به اون صلیب به دار آویخته شد، که معلوم نیست تا چه اندازه درست یا غلط. ترسم اینه که مثل موی پیغمبر اکرم باشه که گفتن لایه قرآنی در هند انگلیس ها گذاشتن و چقدر خون ریختن از دو طرف، چقدر خون ریختن سر این قرآن و سر این مویی که میگفتن موی پیغمبره. نهایتاً یک نظامی که تمام منابع این مملکت و تمام جوانان این مملکت رو در جنگ فرسود، در جنگ بین ایران و توران یا ایران و آنتاکیه یا ایران و روم شرقی از بین برد و یک حکومت بی‌دفاع و یه مردم خسته چرخت، اینا رو کسی نگفت. فرایند و جریان روشن فکری هم به ما خیانت کرد، جریان روشن فکری تاریخی هم به ما خیانت کرد، البته ناشی از همون IQ 82 84، فوقش حالا روشن فکر 85 بودن، فوقش 86 بودن، من خیلی هم نمیخوام اونا رو الان مقصر بدونم، ولی عرضم اینه که ما تجربه تاریخی رو اگر میخوندیم همین رو میدونستیم که ایران در چه زمانهایی سقوط کرد و در چه زمانهایی نجات پیدا کرد. اگه همین رو میتونستیم به جای تاریخ در مدارسمون درس بدیم گرفتار نمیشدیم. دوم، ما جوانهامون و خانواده ها همه اصرار دارن فیزیک بخونن، شیمی بخونن، طب بخونن و تصور میکنن که راه نجات درونه و نمیدونن که راه نجات در اینه که بچه هامونو به خوندن تاریخ هدایت کنیم. یا هنجار دهم که برای عبور از بحران باید یک فرد یا یک ملت داشته باشه، شخصیت انعطاف‌پذیر در سطح فردی و انعطاف‌پذیری ملی در هر موقعیتی. عرض کنم که ببینید، یک نمونه در دسترس که الان ما داریم همین نمونه گفتگو با آمریکاست. آمریکا ناتوانی در گفتگو رو به عنوان یک برگ برنده دستش گرفته. ناتوانی ما در گفتگو شده برگ برنده آمریکا. گفتگو فی نفسه، نه به معنی برد است، نه به معنی باخت، به یک تعامل، به یک انعطاف پذیری. حالا این رو باز من میتونم بگم که برمیگرده به اون غرور، باز غرور کاذب ملی، بیش برآورد ما که همواره فکر میکنیم که اگر مقاومت کنیم ما حتما، اگر انعطاف پذیر نباشیم ما حتما خواهیم برد. که من مسئله رو برمیگردونم البته به خانواده. ببینید، مهارت یا قدرت عقب نشینی یک مهارت مهم عصر توسعه است.
مهارت عقب نشینی در عصر پیشا توسعه مهارت محسوب نمی شده. در عصر توسعه یک مهارت مدرن به اضافه می کنیم به نام مهارت عقب نشینی، که البته کارکرد احزاب یکیش همینه که مهارت عقب نشینی رو در سیاست بیاموزن. یعنی احزاب مثل یه دانشگاهی عمل میکنند که یه سری مهارت‌های حوزه سیاست رو آموزش میدن که تو دانشگاه آموزش داده نمیشه یا تو خانواده فراموش شده، مثل مهارت عقب نشینی یا مهارت گفتگو، مهارت انعطاف پذیری. اینا در واقع کارکرد مهم احزابه، کارکرد در واقع بای پروداکتشونه یا ضمنیشونه. حالا همونطور که ناتوانی در مسئولیت پذیری و عذرخواهی یک ناتوانی بود که برمیگشت به ویژگی های دوران کودکی ما، من معتقدم که انعطاف ناپذیری یا عدم مهارت در عقب نشینی هم یک معضلی است که به دوران کودکی ما برمیگرده. ببینید، دیکتاتور میگویند، روانشناسا میگن دیکتاتور کسی است که در برابر فرودستان بسیار قاهرانه عمل میکنه و در برابر فرادستان تسلیم میشه و تمکین میکنه. یه چنین شخصیتی دیکتاتوره. این ویژگی از خانواده در ایران شروع میشه. یعنی خانواده ای که یا مادر سالاره یا پدر سالاره، اصولا گفتگو اونجا وجود نداره، یک کلاس دیکتاتوریه. یعنی اصولا خانواده ایرانی یک کلاس رایگان آموزش دیکتاتوریه که بعد این میاد بالا بالا و میرسه به سطح مقامات عالی، به گونه ای که اینقدر مسئله جدی میشه و هویت ساز میشه که اصولا به جایی میرسه که گفتگو تابو میشه. من این رو ناشی از این میبینم که یک مهارتی باید، البته مجموعه مهارت هایی باید در کودکی شکل میگرفته که این نگرفته و بعد این آرزه اومده در روشنفکرای ما هم هست. علت این که ما روشنفکرامون با هم نمیتونن نهادهای پایدار و مستمر تأسیس بکنن اینه که مهارت انعطاف پذیری ندارن. روشنفکرامون هم ایده های خودشون ایدئولوژیک شده براشون، هنرمندامون هم هنر خودشون ایدئولوژیک شده براشون و مهارت عقب نشینی ندارن. بله. هنجار 11 ارزش های قانونی فردی هست که نویسنده میگوید که هر فردی که بخواد از بحران عبور کنه باید بر ارزش‌های قانونی فردیش تأکید بکنه و در سطح ملی هم میگه که ارزش‌های اساسی ملی باید بر اونا تأکید بشه برای گذار از بحران. من برای توضیح این مسئله یک تقسیم بندی رو عرض میکنم. انسان 3 دسته رابطه داره: رابطش با طبیعت، رابطش با جامعه و رابطش با هستی. معمولاً رابطش رو با طبیعت وقتی تنظیم میکنه میگیم به رفاه رسید، رفاه ایجاد میکنه. رابطش رو وقتی با جامعه تنظیم میکنه به رضایت میرسه و رابطش رو وقتی با هستی تنظیم میکنه به معنا میرسه. اگر معنا نباشه اون رضایت و رفاه هم نیست، به این معنی که برای رضایت و رفاه ما باید سرمایه گذاری کنیم، تلاش کنیم، بیخوابی بکشیم و غیره. اون معنا توجیه این کار رو میکنه. مثلا وقتی که ما میخوایم یک شغل انتخاب بکنیم، نگاه میکنیم ظاهرا شغل برای ما رفاه میاره، ولی اگر شغل معنادار نباشه اصلا سراغ اون شغل نمیریم. اینو عرض کردم برای اینکه بگم که معنا برای دستیابی به رضایت و رفاه ما اول باید به معنا دستیابی پیدا بکنیم. به این معنی که هر گونه تلاش مستمر، مقاومت، پایداری، پیگیری، جدیت متکی به معناست. وقتی معنا نباشه تمام اونها از بین میره. حالا در فرد حالا میتونه معنا رو از ایمان بگیره، معنا رو از موسیقی بگیره، از یه جایی میتونه. منابع معنا در سطح فرد بسیار متعدده، میتونه معنا رو از یه جایی بگیره و در بحران خودشو پایدار نگه داره. در سطح ملی خیلی سخته و اونجا نیازمند سرمایه گذاری ویژه است که ارزش‌های اساسی ملی ترویج بشه، چون در سطح فردی کاملا مسئله روانشناختیه، در سطح ملی دیگه روانشناختی نیست، باید هویت سازی بشه، به فرهنگ تبدیل بشه. بنابراین یه سری ارزش‌های بی زمان
و فراگیر باید به عنوان ارزش‌های اساسی ملی ترویج بشه و سرمایه‌گذاری بشه روشون. این چیزی بوده که در بعد از انقلاب دوباره ما ایدئولوژی رو گذاشتیم به عنوان ارزش محوری برای همه ارزش‌های ایدئولوژی حکومتی رو، حالا هر چی می‌خواد محتواش هر چی می‌خواد باشه ولی ایدئولوژی حکومتیه. و چون این زمان داره، چون ایدئولوژی زمان داره، فناوری که عوض میشه ایدئولوژی عوض میشه. دقت کنید، فناوری که عوض میشه ایدئولوژی عوض میشه. و چون ایدئولوژی زمان داره اون وقت ما ارزش‌های اساسی نمیتونیم بسازیم. این دوباره این خطایی است که انجام شده. و اگر ما بخوایم در بحران‌های ملی بتونیم مقاومت کنیم و عبور کنیم، باید برای یه سری ارزش‌های ماندگار بی زمان پیدا بکنیم، تأکید بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم و انسجام ملی رو حول این ارزش ها بسازیم. هیچ ارزشی بالاتر از منافع ملی نیست و به نظرم میاد اگر هر چیزی رو جایگزین منافع ملی بکنیم به نابودی منجر میشه. من یه جمله فادرتک نسبت دارید گفتن ایدئولوژی زمان داره، یکی دیگه از ویژگی هایی که ایدئولوژی داره اینه که یک پکیجه، یعنی نومنو به وزن و کفر به وزن نداره. لذا علاوه بر اینکه تو مرحله قبل انعطاف پذیری رو به شدت میگیره، تو این مرحله هم قابلیت ترمیم ارزش های ملی رو از میگه ملت میگیره. این ویژگی رو ایجاد آخرین هنجاری که باید برای عبور از بحران رعایت بشه در سطح فردی رهایی از قیود شخصی است یا برخی از قیود شخصی، و در سطح اجتماعی یا کلان رهایی از قیود جغرافیایی و سیاسی، در واقع قیود بیرون از سیستم. خب طبیعی است که در سطح فردی وقتی ما در بحرانی بیمار هستیم، نمیدونم مشکلات اقتصادی داریم و غیره و غیره، باید بار رو از روی خودمون کم بکنیم، بخشی از مسئولیت‌های اضافی رو بذاریم پایین تا بتونیم انرژیمون رو ذخیره بکنیم و خودمون رو بازیابی بکنیم. پس یه سری از قیود، حتی در بیمار که بسیار از قیود سنتی و آداب و رسوم هم ازش حذف میشه که بتونه خودش رو بازیابی بکنه. در سطح فردی در هر صورت باید سریعاً عواملی که انرژی ما رو هدر میده و هرز میده رو حذف بکنیم تا بتونیم به یه پایداری برسیم. در سطح کلان و اجتماعی هم همه جوره. یه سری قیود محدودیت هایی رو ما مصنوعی دور خودمون چیدیم که اون قیود و محدودیت ها از ما انرژی میبره. بخشش البته طبیعیه، مثلا ما جغرافیامون رو نمیتونیم به هم بزنیم، ولی حول جغرافیامون کلی قیود سیاسی گذاشتیم، اون رو میتونیم دستکاری بکنیم. مسئولیتایی پذیرفتیم، تعهداتی پذیرفتیم. اینها اون قیودی است که ما دست و پای ما رو بسته. بنابراین در بحران ها ما باید به سرعت بازنگری کنیم در شرایط و قیودی که ما رو محدود کرده و قدرت مانور ما رو گرفته. در واقع در بحران باید با پارادایم شیفت، این معنی رهایی از قیود، قیود اینه که ما پارادایم شیفت کنیم. در پارادایم شیفت ما اولویت‌های ملی رو از نو رتبه بندی می‌کنیم، بر اساس اولویت‌های ملی قیود جدید می‌چینیم، قیود رو جابجا می‌کنیم. اینه که در بحران حتما باید نظام سیاسی، نظام تدبیر به فکر پارادایم شیفت باشه. اگر پارادایم شیفت رخ بده، اون وقت فضا برای اینکه قیود بیرونی جابجا بشه، محدودیت ها جابجا بشه و ما بتونیم شرایط جدیدی ایجاد بکنیم امکان پذیره. من نگرانم که نتونم کوتاه صحبت کنم، دلم خواهد که بگذرم از این بس، اما اگر شما بتونید منو کنترل کنید حاضرم صحبت کنم. فکر میکنم بله، فکر میکنم که نمیدونم چه جوری میشه از قیود جغرافیایی گریخت، چون انسان چهار زندان داره که یکیش زندان جغرافیاست. هم در سطح فردی ما در این زندان به سر میبریم، هم در سطح اجتماعی. هم اکنون یکی از بزرگترین زندانهای مردم ما یا کشور ما زندان جغرافیاست. جغرافیای ما با توجه به تغییرات اقلیمی
در معرض تغییرات اساسی است، فرونشست زمین جدی است، جدی است، کمبود آب، بحران آب بسیار جدی است، گرمایش زمین جدی است و نامسکون شدن سرزمین ما اگر بهش نپردازیم جدی است. از جغرافیا نمیشه فرار کرد، باید با جغرافیا دوست شد و رعایت دو طرفه و دو جانبه بکنیم. تا اشاره کنم که این قیود سیاسی در ایران با امریکا چه تفاوتی داره و سایر کشورهای دیگه؟ ما قیود سیاسی اینجا بیشتر یه قیود هویتی است، هویت خودمون رو اونطوری تعریف کردیم، ولی توی امریکا این قیود سیاسی مثلا در این دوره اقتصادی است، مثلا توی اروپا امنیتی است بیشتر این قیود سیاسی که تعریف میکنن با کدوم کشور رابطه بگیرن یا نگیرن یا سطح خودشون رو تنظیم کنن. ترامپ یه جمله معروفی داشت، هم اخیرا هم گفت که من اعتقاد دارم هیچ دوستی و دشمنی پایدار نیست و ابدی نیست، ولی وقتی بس هویتی میشه احتمالاً این در واقع خیلی 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 قیود پررنگ میشه. امنیتی رده دوم را داره و اقتصادی رده سوم. خب اگر این را گونه شناسی کنیم، حذف قیود در جمهوری اسلامی ایران چون ماهیت هویتی داره به دشواری ممکنه صورت بگیره. خیلی متشکرم. تشکر میکنم از صحبت‌های خوب اساتید محترم که برای خود من خیلی آموزنده بود. فقط به عنوان جمع‌بندی با توجه به این 12 هنجاری که ما در موردش صحبت کردیم، آیا امکان عبور از بحران‌ها حداقل در کوتاه مدت برای کشور ما وجود داره یا نداره؟ طبیعتاً آقای دکتر فرق نمی‌کنه. با فرض این که دولت کان لم یکن هست، اگر ملت راهی پیدا کنه که عبور از بحران رو بدون احتساب دولت انجام بده، امکان پذیر. ولی هر زمان بخواد با دولت شریک بشه در این کار، شکست خواهد خورد. من معتقدم با قدرت گرفتن شبکه‌های مجازی ما آرام آرام به سمت یک دولت مجازی میریم. هرچی که هژمونی یا اقتدار حکومت کاهش پیدا بکنه، که الان به علل متعدد درونی و بیرونی اقتدار حکومت رو به کاهشه و من معتقدم از جنگ جهانی دوم به بعد در پایین ترین سطح خودش قرار داره، هرچه که این رخ بده و از اون طرف شبکه‌های مدنی و مجازی با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات قدرت بگیرند، امکان عبور از بحران رو میبرند بالا. بخشی از وظایفی که در این سطح دولت‌ها باید بر عهده می‌گرفتن، اون وقت می‌افته بر عهده شبکه‌های مجازی که یک هویت جمعی هستند، یه فرد نیستند دیگه، یک هویت جمعی و قدرتشون بعضی وقت‌ها از قدرت حکومت هم بیشتره، یه جایی حکومت رو وادار به عقب نشینی می‌کنن. بنابراین معتقدم بخشی از اینها ممکنه از طریق اون قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی بگیم درست‌ترشه، که خواه مجازی خواه حقیقی، چون شبکه‌های مجازی داره کمک می‌گیره می‌کنه که شبکه‌های حقیقی هم شکل بگیرن، یعنی این حلقه داره شکل می‌گیره. بنابراین بخشی از اینا به نظرم به کمک اون شبکه‌ها، به کمک اون هویت جدیدی که داره شکل می‌گیره حل میشه، ولی بخشیش حل شدنی نیست. بخشیش همون شبکه‌ها، آدمایی که تو شبکه‌ها هستند مهارت هایی باید داشته باشن که اون مهارت ها باید از کودکی کسب بشه، بنابراین بخشش نه میمونه. حالا نمیدونم با یک چنین ترکیبی که ممکنه بخشش رو کسب بکنیم، بخشش رو نه، یا میتونیم از بحران های آینده عبور بکنیم یا نه، این رو نمیتونم الان داوری بکنم. من خیلی خلاصه در حد یه جمله دو جمله صحبت کنم. ببینید در حالت عادی صحبت های بنده نشون میداد که امتناع هست، امتناع تفوق داره، اما در یک حالت این امتناع به امکان تبدیل میشه، جایی که بحث حفظ نظام مطرح بشه. یعنی اگر ما بخوایم در واقع با یک لنز نظری جمهوری اسلامی رو در واقع رفتارش رو بسنجیم، رفتار سنجی کنیم یا پیش بینی کنیم، این لنز خیلی مهمه. جایی که احساس بشه که نظام، کلیت نظام با چالش جدی روبروست، وقت هر امتناعی ممکنه به امکان تبدیل بشه. پویش فکری توسعه با شعار
توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویش فکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.